سلام به همه دوستان به کانال فیلم باز خوش اومدین امروز قرار با هم یه نگاهی بندازیم به پشت صحنه فیلم مردن کبوتی و ببینیم ای این فیلم از نظر فنی چطور ساخته شده و چقدر عوامل فیلم برای ساخت جلوه های ویژه خلاق بودن چیز جالب در اوتا فیلم های مارول اینه که انقدر از جلوه های کامپیوتری استفاده میکنن که وقتی تصویر واقعی رو میبینید اصلا باورتون نمیشه که این شکلی بوده مثلا فیلم جیمز باند که ویدیو پشت صحنه رو هم درست کردم اونجا بیشتر تصاویر اکشنی که نشون میدادن از ترفندهای سینمایی استفاده میکردن یعنی مثل سینمای قدیم از مواد منفجره استفاده میکردن یا مثلا تقیب و گوریز توی خیابونا واقعی بود راننده میشه روی سقف ماشین ولی فیلم مردن کبوتی بیشتر از اینکه از ترفندهای سینمایی استفاده کنه خیلی زیاد از جلوههای های کامپیوتری استفاده میکنه تقریبا ترفندهای سینمایی توش خیلی کم استفاده میشه و حالا ما امروز توی این ویدیو یه نگاهی میندازیم به این جلوههای کامپیوتری این رو هم بگم که توی این ویدیو چیزی از داستان فیلم اسپویل نمیشه ولی خب اون شخصیت هایی که توی فیلم هستن و مثلا شما ندونید خب طبیعتا من توی پشت صحنه اونا رو بهتون نشون میدم پس اگر هنوز مردن کبوتی رو ندیدین این ویدیو میتونه براتون اسپویل داشته باشه دیگه بهتره بدون اتلاف وقت بریم سر وقت ویدیو <applause> خب شاید اولین جایی که جالب باشه با هم دیگه تصویر بدون جلوه ویژهش رو ببینیم اون قسمتی هستش که دکتر سرنج داره تلسم خودش رو برای پیتر پارکر اجرا میکنه توی اون صحنه اون زیرزمین واقعا ساخته شده بوده یعنی جای پرده سبز استفاده نکرده بودن اون زیرزمین واقعی بوده البته اینجا یه ساختمان واقعی نیست اینجا داخل استودیو و تمام این دیوارها توسط سنگ های مصنوعی ساخته شدن این زیرزمین رو رفتن دقیقا از یه زیرزمین توی واتی واتیکان کپی کردن یعنی دقیقا این زیرزمینی که اینجا میبینید عیننش توی کاخ واتیکان وجود داره ولی تمام در و دیوارها با چیزی شبیه یونولیت درست شده و اینا سنگ های واقعی نیستن نحوه ساختن این سنگام به این شکل که اول چیزای شبیه یونولیت رو با چسب به طور کامل میپوشونن و بعد آغشتهشون میکنن به خاک و شن و بعد شبیهش میکنن به سنگ واقعی و قدیمی تمام این زیرزمینی که میبینید دقیقا به همین شکل داخل استودیو ساخته شده این زیرزمین همون جایی هستش که کل ویلن داستان زندانی کرده بودند و تمام این دیوارها سنگ مصنوعیاند که وزن خیلی کمی هم دارند اینجا همون جایی هستش که دکتر استرنج تلسمش رو هم اجرا کرد که خب طبیعتا تصاویر تلسپ رو با جلوه های کامپیوتری درست کرده بودن ولی نمیتونستن نوری که مثلا قرار از تلسپا روی صورت بازیگر رو بیفته رو با کامپیوتر بسازن برای همین دور تا دور بازیگرها رو لامپ LED گذاشته بودن تا نور رو, رو روی صورت بازیگرها رو شبیه سازی کنن و همین که برای اینکه نور درست روی صورت دکتر استرنج حرکت کنه داخل ظرفی که جلوی بازیگر هم بودش لامپ LED کار گوشته بودن و اینجا هم که دکتر استرنج دارد دستش رو حرکت میده این بازیگر یک دونه سنسور حرکتی داخل انگشتاش گرفته تا کامپیوتر دقیق بتونه نوک انگشت دکتر استرنج رو شناسایی بکنه و دقیقا نحوه حرکت تلسپ ها رو با دست دکتر استرنج هماهنگ بکنه این سنسوری که الان توی انگشت دکتر استرنج هست همون سنسورهای حرکتی هستش که روی لباس های موشن کپچر میبینیم و اینجا ببینید که اون صحنه که تلسپ خراب شدهش بازیگرها و از زمین بلند شدن میبینید که بازیگرها رو با کابل بستن تا اون لحظه که قرار مثلا تلسپ خراب بشه بازیگرها رو با کابل از زمین بلند بکنن اما برای اینکه ببینیم که چطوری این کابل رو انقدر در راحت از توی تصویر پاک میکنن که ما اصلا نمیتونیم متوجه حضور این کابلا بشیم برای درکش بهتر بریم سراغ اون قسمت از فیلم که تام هلند زندایا با همدیگه توی آسمون تاب میخوردن و پرواز میکردن اگه پیش خودتون فکر کردین که این صحنه علکیه الکیه و بازیگرا توی استودیو ان باید بهتون بگم که اشتباه میکنید و بازیگرها واقعا توسط کابل وسط هوا زمین دارن تاب میخورن البته هر صحنه که صرفا توی هوا باشه میشه توی استودیو ساختش مثلا اون صحنه ای که اسپایدرمن رو گذاشتش روی یه تیراهن اونجا یه متر بیشتر با زمین فاصله نداشتن کل اون تصویر توی استودیو فیلم برداری شده بود ولی چند ثانیه بعد میخواستن لحظه سقوط رو فیلم برداری بکنن یه همچین چیزی رو دیگه نمیشه داخل استودیو فیلم برداری کردش و عوامل فیلم برای اینکه تصویر سقوط رو واقعی ترش بکنن واقعا رفته بودن یه دونه علکی با پرده سبز ساخته بودن و بازیگر رو مجبور شده بودن از این سکو بپرن پایین و به دوربین هم دقت کنید که چطور فیلم برداری میکنه و چقدر همه هماهنگ دوربین همراه را سقوط میکنه جدای از لحظه های سقوط اون جایی هم که بازیگرا توی آسمون تاپ میخوردن یعنی مثلا مردن کبوتی تارشون میزد و بعد تو آسمون تاپ میخوردن اون تصاویر هم واقعی بودن و زندایا و تام هالند مجبور برای ساختن این تصاویر با کابل تاپ بخورن ولی حالا بهتر بریم سراغ موضوع کابل ها اینکه این کابل ها رو چجوری پاکشون میکنن این کابل ها توسط نرم افزار به کمک فریم قبلی از صحنه پاک میشه و تیم جلوای ویژه مجبورن که تصویر کابل ها رو توی هر فریم دونه به دونه پاک بکنن و نرم رو با کمک تصویری که از فریم قبلی داره پاک میکنه و این کارم توسط هوش مصنوعی انجام میشه توی فتوشاپ دیدین که چطور یکی از شخصیت‌ها رو توی تصویر پاک میکنن دقیقا همین کارم توی فیلم انجام میدن درست مثل فتوشاپ با این تفاوت که هر فریم فیلم و درست مثل یه دونه عکس میگیرن فتوشاپ میکنن میرن بعدی دوره همینجوری فریم بعدی فریم بعدی یه کار زمانبر و خیلی وقت گیره البته اگه دو تا فریم کاملا شبیه همدیگه باشن هوش مصنوعی نمافزارا انقدر باهوش شدن که به طور اتوماتیک چند فریم بعدی رو خودشون پاک میکنن ولی معمولا بیشتر از 3 4 فریم نیستش و بعدش دوباره مجبورن دستی تنظیمات رو انجام بدن حالا جالبیش اینجاست که تام هالند و زندایا ها از بدلکار استفاده نمیکنن حالا زندایا زیاد صحنه اکشن نداشت به غیر از چند تا دونه صحنه ولی تام هالند برای خودش یه پا تام کروزه و تام هالند ژیمناستیک کار حرفه‌ایه و همین موضوع به تیم سازنده ها خیلی کمک کرده برای همین هستش که توی این سری فیلم های جدید مردن کبوتی خیلی از صحنه اکشن رو میبینیم که تام هالند کلاهش رو از سرش ورداشته یا همون ماسک مردن کبوتی رو و داره با صورت واقعی خودش بازی میکنه در حالی که بقیه مردن کبوتی ها، مردن کبوتی قدیمی اگه دقت کرده باشید توی صحنه اکشن همیشه کلاه رو سرشون بود و صحنه آخری که روزن این فرود میمدن کلاهشون از سرشون ور چون توبه مگوایر و اندرو گارفیلد همیشه از بدلکار استفاده میکردن و اون صحنه پایانی فیلم که هر تا مردن کبوتی با هم حضور دارن تو اون صحنه تام هالند تمام صحنه های اکشنش رو بازی میکرد ولی اون دوتای دیگه چندین بدلکار داشتن هر کدومشون و اتفاقا یکی از بدلکاری های جالبش اونجایی بودش که مثلا مردن کبوتی سه طبقه رو میخورد به کف زمین و سوراخ میکرد میرفت پایین با بعد بهتون بگم که این صحنه واقعیه و اتفاقا بدلکاریش رو هم خود هلند انجام داده فقط با این تفاوت که فاصله هر طبقه کمتر از یه متره یعنی اینجوریه که واقعا سه تا زمین ساخته بودن منتها زمین ها اینجوری نبوده که با هم دیگه به شکل طبیعی سه متر فاصله داشته باشن فاصله هر کدوم از این زمین ها با هم دیگه بیشتر از یه متر نبوده و تام هالند سه تا زمین رو پشت سر هم خورد کرده رفته پایین البته اینجا زمین از جنس سیمان مصنوعی درست شده و از یونولیت هم سبکتره توی سینما همه چیز رو شکنندش رو میسازن از شیشه بگیر تا چوب مصنوعی یا بلوک سیمانی هر چیزی که فکر کنید مصنوعیش توی سینما ما ساخته میشه و اتفاقا کاملا هم شکنندن این بلوک هم با یک ملات مصنوعی ساخته میشه که شاید به سیمانه با این تفاوت که موقعی که قرار سفت بشه داخل این ملات گاز هلیوم تزریق میکنن همین موضوع باعث میشه که بعد از سفت شدن بسیار بسیار, بسیار پوک باشه و خیلی خیلی شکننده است که با یه لمس خیلی ساده هم خورد میشه این سیمان مصنوعی خیلی توی سینما پرکار بردن فیلم ماتریکس یکی از فیلمهایی بود که خیلی از این موضوع استفاده میکرد و این همون ترفندیه که یه دستا ادعا میکنن با یه ضربه کاراته میزنن 20 تا میشکنن اون چیزی که اینا میشکنن از این بلوک‌ها درست شده. اینجا هم تام هالند با یه حرکت سه تا زمین رو که با همین سیمان ها درست شده پشت سر هم خورد میکنه و آخرسر سر روی یک دوشک که روش پرده سبز کشیدن فرود میادش یکی دیگه بازیگرایی که خودش تمام رو انجام میده ویلن دفو بوده که توی سن 60 سالگی خودش تمام صحنه‌های اکشن رو بازی میکرده حتی خودش سوار اون سفینه میشده که اگه حالا براتون سواله که اون سفینه رو چجوری میساختن میبینید که اینجا با یه بازوی مکانیکی این سفینه رو از روی زمین بلند میکردن و بعدا توسط پرده سبز بازون مکانیکی رو هضم کردن حالا اگه براتون سواله که اون صحنه‌ای که اصلا نمیشه بازیه رو بازی کنن مثلا پریدن از روی هوا یا مثلا پریدن از روی هلیکوپتر صحنه‌ای که اصلا غیر ممکنه توی دنیای واقعی ساختش رو اونها رو چجوری فیلم برداری میکنن یا تام هالند چجوری تو این صحنه بازی میکنه بعضیا فکر میکنن این صحنه شبیه به انیمیشن ساخته میشه یعنی اصلا به آدما ربطی نداره در صورتی که اصلا اینطوری نیستش تمام این صحنهای های غیر ممکن باز هم توسط بازیگر رو بازی میشن مونتا به شکل متفاوت برای ساخت این تصاویر میان بدن بازیگر یه لباسی میکنن به اسم لباس موشن کپچر که احتمالا دیدینش یه لباسیه که سر تا سر این لباس ها سنسور حرکتی وجود داره و اطلاعات مربوط به حرکت بدن بازیگر رو به کامپیوتر انتقال میده یکی از اولین فیلم هایی که به شکل گسترده از این فناوری استفاده کرد و اصلا باعث پیشرفت چشمگیر این فناوری توی صنعت سینما شدهش فیلم آواتار بود از قبل از نظر این بودش ولی این فیلم اصلا به شکل انقلابی این فناوری رو توسعه داد توی اون فیلم هم مثلا بازیگرا قرار بود از روی صخره خیلی بزرگ بپرن پایین یا مثلا روی یه موجود پرنده پرواز کنن خب همچین چیزی رو غیر ممکن بود توی دنیای واقعی بسازن بر همین این لباس ها رو تن بازیگرا میکردن و بعد از روی حرکت بدن بازیگرا تصویر شبیه سازی شده داخل محیط کامپیوتر رو حرکت میدادن توی فیلم مردن کبوتی هم اومدن اول بدن تام هالند رو کامل اسکن کردن و یک مدل سبودی ازش رو توی کامپیوتر ساختن و بعد این لباس موشن کپچر رو تن بازیگر میکنن و تک تک این صحنه ها رو داخل استودیو فیلم میگیرن و بر اساس اطلاعاتی که از لباس گرفته میشه اون تصویر سبودی که از بازیگر توی کامپیوتر ساختن حرکت در میادش توی فیلم اونجرز هم شخصیت تانوس دقیقا همینطوری ساخته شده بود اونجا هم همین لباس رو تن جاش برولین میکردن یعنی بازیگر نقش تانوس و این بازیگرم با حرکت دادن بدنش و یا حرکت دادن اعضای صورتش باعث میشد تا تصویر سبودی تانوس درون دنیای کامپیوتری تکون بخوره توی همین فیلم اسپایدرمن نو وی هوم شخصت های مثل لیزارد و سندمن دقیقا با همین فناوری که تانوس رو ساخته بودن درست شده بودن این فناوری ساخت تصاویر سبودی و اضافه کردن این تصاویر به فیلم خیلی زیاد تونسته ساخت ها رو آسون بکنه مثلا اگه بخوایم تفاوت ساخت فیلم در قدیم رو با الان مقایسه کنیم شخصیت آلفرد مولینا که نقش دکتر اختاپوس رو بازی میکردهش این نقش رو هم سال 2004 بازی کرده بودش هم سال 2021 توی سال 2004 تمام اون بازوهای مکانیکیش رو مجبور بود مثل عروسک پشت خودش بکشه و بعد دستاش رو مجبور بودن با کابل تکون بدن بعد دونه دونه کابلا رو برن تو فریم فریم تصاویر فیلم پاک بکنن ولی الان این بازیگر بدون هیچ مزاحمتی فقط خودش توی فیلم بازی میکنه و بعد بخش جلوه های ویژه این دستها رو به تصویر اضافه میکنن یکی دیگر تصاویری که پشت سحنش جالب بود صحنه روی پل بودش که شما احتمالا فکر کردید واقعا توی یک روز گرفته شده مثلا یه روز رفتن یه پل رو مسدود کردن و این صحنه رو فیلم کردن در صورتی که اصلا اینطوری نیست و هر کدوم از تصاویری که توی فیلم دیدین جدا از هم فیلم مداری شده اصلا این پل یک پارچه نیست هر تیکش اصلا جداست تصاویری که مرد کبوتی و دکتر اختاپوس با همدیگه بودن هیچ ربط محیط نداشت کلا داخل استودیو فیلم شده و بازیگرها اصلا سر صحنه نبودن هر کدوم از های موجود در تصویر جدا از هم کاملا فیلم برداری شده بودن مثلا اون صحنه که ماشینا سقوط میکردن میرفتن توی پل اونها رو کاملا جدا فیلم کرده بودن همونطور اون ماشین مدیر دانشگاه MIT وقتی میخواست سقوط بکنه اون رو هم کاملا جداگانه جای دیگه فیلم برداری شده بود و این پلی که دارید میبینید اصلا واقعی نیستش این پل مصنوعیه و, و تمام مسائلی که برای ساخت این پل به کار رفته مصنوعیان فقط صحنه بازیگرا رو برده بودن سر صحنه که بازیگرا به محیط داشتن و اینجا متوجه میشید که لباس مردن کبوتی خیلی از قسمت های فیلم هستش که اصلا واقعی نیستش و لباسش توسط کامپیوتر ایجاد میشه جدا از لباس مردن کبوتی دکتر اختاپوس هم هیچ دستی نداره و همون سیمان مصنوعی که گفتم اینجا هم تو این صحنه مورد استفاده قرار گرفتن البته اینجا این تصویر انفجاری که روی پل اتفاق افتاده بود واقعی بودش و بخشی از پل رو منفجر کرده بودن یه چیز دیگه که شاید در اتو فیلم جالب بودش استفاده از پرده سبز توی تمام لوکیشن فیلم بود دلیلش هم این بوده که این فیلم توی شهر آتلانتا ساخته شده یعنی یک شهری که به نسبت خیلی ارزون قیمته و با پول خیلی کم تمام عوامل فیلم میتونستن اقامت کنن و خیلی شهر خلوتی هم هستش ولی داستان فیلم توی شهر نیویورک اتفاق میفته که شهر خیلی شلوغه اصلا نمیشه خیابوناشو برای فیلم برداری مسدود کرد و همین که بسیار شهر گرون قیمتی اگه قرار بود این فیلم رو توی این شهر بسازن بودجه فیلم خیلی زیاد افزایش پیدا میکرد برای همین تمام فیلمو به شهر آتلانتا انتقال داده بودن ولی در عوض همه جا رو پرده سبز مینداختن حالا نکته جالب اینجاست که رفته بودن تیم عوامل فیلم از شهر نیویورک فیلم مرداری کرده بودن و تصاویر شهر رو به جایی که پرده سبز انداخته بودن اضافه می کردن. حتی مثلا تصویر درون کافر رو بیرونش رو پرده سبز می و بعد می رفتن از درون یه مغازه توی شهر نیویورک از بیرونش فیلم می گرفتن بعدا می به پرده سبز اضافه می کردن. حتی خونه دکتر استرنج هم کاملا علکی بود فقط همون یه دونه ساختمون واقعی بود تمام دیوارهای اطرافشو رو همه رو بودن پرده سبز انداخته بودن و شهر نیویورک رو شبیه سازی کرده بودن اون صحنه مربوط به حضور هر سه مرد انکبوتی روی مجسمه آزادی هم میشه گفت که از جالب ترین هاشون بود به خاطر اینکه تمام اون چیزی که توی تصویر دیده بودید الکی بوده و تک تک قسمت های مجسمه آزادی رو ساخته بودن و داخل استودیو تمام اون تصاویر گرفته بودن و خب چون قد مجسمه خیلی بلند میشد هر کدوم از قسمت های مجسمه رو هم جداگانه در کنار هم دیگه ساخته بودن یه جا سرش بود یه جا تنش بود یه جا مشعلش بود تیکه که هر کدومش رو یه جای استودیو گذاشته بودن و بعد روی زمین رو پرده سبز مینداختن تا بعدا بتونن با کامپیوتر تک تک این قسمت ها رو به هم دیگه بچسبونن جوری که شما فکر کنید که این مجسمه یک پارچه است البته بخش زیادی از مجسمه کاملا توسط کامپیوتر ساخته شده بود خب دوستان نمی ویدیو خلاصه از چند تا از سینمایی که توی ساخت فیلم مردن کبوتی استفاده شده بود امیدوارم که براتون مفید بوده باشه اگه دوست دارید بازم از این ویدیوهای ترفند سینمایی براتون بسازم حتما این ویدیو رو لایک کنید اگر از این اطلاعات خوشتون میاد عضویت کانال رو فراموش نکنید و اینکه امیدوارم توی زندگی خودتون موفق باشید و, و خدا نگهدار